کشتزارهای ولایت فراک از کشت بنگ رها می شوند. این کشتزارها در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا موقعیت دارند. دهقانان این مزاری می گویند پیش از فرمان رهبر طالبان در مورد منع کشت مواد مخدر این زمین ها را تخم بنگ پاشیده بودند. ما پیش از فرمان امیرالمومنین اینها را کشت کرده بودیم. نیت ما این بود زمانی که آرامی شود این را دوباره تخریب و بجایش جواری بکاریم. پس حالا که آنان امر کنند گندم میکاریم. بله، خوشحالیم که خداوند کوکنار را گم کند. پیام من به دیگران این است که آنان هم این کشت را تخریب و گم کنند. مسئولان حکومت محلی طالبان در فرا میگویند در جریان این کارزار 30 جریب زمین بنگ کشت شده را در ولسوالی خاک سفید این ولایت تخریب کردند و این کارزار در ولسوالی های دیگر نیز ادامه دارد. عارف عدیل سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در فرا میگوید آنان برای عملی ساختن فرمان رهبرشان این کارزار را راه اندازی کردند. ملاحبت الله رهبر طالبان چند پیش کشت کوکنار و دیگر گیاهای نشاور را ممنوع کرد. سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در فرا میگوید افرادی که مانع عملی کردن این فرمان شوند با برخورد قانونی طالبان مواجه خواهند شد. او افزود آنان مزارع کوکنار را هم در برخی ولسوالی های این ولایت تخریب کردند. سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در فرا گفت این کارزار تا زمانی که کشت بنگ در فرا کاملا محو شود ادامه خواهد داشت. حکومت طالبان در حالی دست به تخریب کشتزارهای کوکنار و بنگ میزند که طالبان پیش از حاکمیت دوباره در افغانستان متهم به تمویل منابع مالی خود از طریق مواد مخدر شده بودند.